سرخط تازه ترین خبری که دقایق پیش به دست ما رسید. قاسم حلیمی به مولوی انصاری: محاش از من میخوری و تخم به طالب میدهی. به نام خدا و با تقدیم سلام با مجمع خبری چینل یوتیوب وارن سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. با نقل صفحه رسمی افغانستان نیوز، قاسم حلیمی به مولوی انصاری: معاش از من میخوری و تخم به طالب میدهی. محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد و حج اوقاف امروز در یک نشست خبری گفت: پاکستان است که با ما می جنگد، هیچ کس دیگری نیست. تا یک نفر زنده باشد این خاک، خاک پاکستان شدن نمی تواند. با گفته او طالب وسیله دست دیگرانند. اگر غیرت به افغانستان می داشتید کجا بودید زمانی که پنجابی ها داخل سرحد افغانستان در سپین بولدک شدند؟ او افزوده: هر عالمی که با دشمن یک جا می شود جنازه شهید ما را نمی خواند و علیه ملت دشمن تقویت می کند. بزنید، بکوبید و به زندان بیندازید. وزیر حج اوقاف با اشاره به خطبه نماز جمعه مولای مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گذرگاه هرات گفت: انصاری باز در هرات قلقله کرده و به امیر اسماعیل خان گفته که بشینید و شما نجنگید که دولت اسلامی بیاید. لعنت به تو فروخته شده، اسلام که نیست، تو چه بد میکنی که در محراب استاد هستی، معاش از من میخوری و تخم به طالب میدهی. در همین حال اشرسابا کابل نیز در روی صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: وزیر ارشاد و حج اوقاف کشور میگوید هر عالم دینی که علیه مردم افغانستان دشمن را تقویت میکند باید به زندان فرستاده شود. در حال این سخنان از سوی وزیر ارشاد و حج اوقاف کشور مطرح شده است که شایع شده بود مولوی مجیب الرحمن انصاری و شماری از عالمان دینی در هرات از فرماندهان جهادی به ویژه اسماعیل خان خواستند که جنگ علیه طالبان را متوقف کنند. محمد قاسم حلیمی روز شنبه 9 اسد در یک نشست خبری خطاب به حکومت گفت: هر کسی که با دشمن یک جا می شود و عالم دینی که جنازه شهدای نیروهای امنیتی را نمی خواند و دشمن مردم را تقویت می کند باید سرکوب و مجازات شود. حلیمی خاطر نشان کرد که این افراد کسانی هستند که معاش را از دولت می گیرند اما به ضد دولت به تقویت دشمن می پردازند. وزیر حج و اوقاف در واکنش تندش درباره سخنان خطیب مسجد جامع گذرگاه هرات تصریح کرد: جواب جاهلان را که در صف علما نشستند ما پاسخ خواهیم داد. نخواهیم گذاشت که جاهلی برخواسته و در منبر علیه مردم افغانستان به شمشیر دشمن دست بندازد. او گفت: ما دیگر حوصله این را نداریم. هر شیطانی که در جامعه عالم در آمده است بیرونش میکنیم. وزیر حج و اوقاف انصاری را ذلیل و خبیث خوانده و گفته که او فروخته شده است. در همین حال حلیمی به علمای پاکستان نیز هشدار داد: استادان عزیز رحمان و شاگردانشان در افغانستان جایی ندارند. حلیمی خاطر نشان کرد که جنگ فعلی جنگ پاکستان با افغانستان است که به صورت رسمی اعلام نشده است. با گفته او توپ، تانگ، هانوی و رنجر از افغانستان به پاکستان منتقل و فروخته می شود و نیز هزاران نفر از آن طرف مرز به افغانستان می آیند و بر مردم افغانستان ظلم می کنند. این اظهارات تند وزیر حج اوقاف در حالی مطرح شده است که مولای مجیب الرحمن انصاری امام مسجد جامع گذرگاه هرات از اسماعیل خان و دیگر فرماندهان جهادی در هرات خواسته بود که از جنگ با طالبان دست بردارند و بگذارند که حکومت اسلامی در افغانستان حاکم شود.
در همین حال خبرگزاری افق نیز در روی صفحه رسمی خود نیز چنین نگاشته است: عالم دینی که علیه مردم دشمن را تقویت می کند سرکوب و زندانی شود. محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف می گوید که هر عالم دینی که علیه مردم افغانستان دشمن را تقویت می کند باید سرکوب و مجازات شود. او امروز شنبه 9 اسد در یک نشست خبری گفت عالم دینی که جنازه شهدای نیروهای امنیتی را نمی خواند و دشمن مردم را تقویت می کند باید سرکوب و مجازات شود. او افزوده که این افراد کسانی هستند که معاش را از دولت می گیرند اما به ضد دولت و تقویت دشمن می پردازند. وزیر حج و اوقاف در این نشست به اظهارات مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گذرگاه هرات واکنش تون نشان داده او را ذلیل و خبیث خطاب می کند. او گفت ما دیگر حوصله این را نداریم هر شیطانی که در جامعه عالمان در آمده است بیرونش می کنیم. انصاری از اسماعیل خان رهبر نیروهای بسیج مردمی و دیگر فرماندهان جهادی در هرات خواسته که از جنگ با طالبان دست بردارند و بگذارند که حکومت اسلامی در افغانستان حاکم شود. او بیشتر نیز در اظهاراتی گفته بود که پشتیبانی و کار دولت گناه کبیره است. حلیمی در ادامه جنگ فعلی را جنگ اعلام ناشده پاکستان با افغانستان خواند و گفت توپ، تانک و هاموی و رنجر از افغانستان به پاکستان منتقل و فروخته می شود. در همین حال با ادامه درگیری در نزدیکی های شهر هرات وزارت دفاع ملی می گوید که نیروهای دولتی در حال پیشروی هستند. طبق خبرنامه این قول اردو پیش از چاشت امروز شنبه 9 اسد قوای هوایی در مربوطات مرکز ولایت هرات طالبان را آماش قرار دادند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. تا ویدیوی دیگر بدرود.